واقعا دلتنگ همه شما هستیم، همه شما عزیز هستید و همیشه ما شما رو با خاطرات خیلی خوبی به یاد میاریم و واقعا خدا رو شکر من برای تک تک شما و سپاسگزارم از این دعوتی که به من دادید که با شما در مشارکت باشم و از کلام خدا با هم صحبت بکنیم. من در این یک سال گذشته، به خصوص 8 ماه گذشته، با مسئله که در دنیا به وجود اومد با بیماری کرونا، خداوند به طور خاصی در مورد روزهای آخر، ساعتهای آخر و بازگشت مسیح بیشتر و بیشتر با تأکید صحبت کرده. در این یک سال گذشته کتاب حزقیال رو دست دادم، کتاب نهمیا و کتاب ملاکی رو. ملاکی رو در شرف اتمام هستیم و به فیض خداوند، هرچی خداوند بیشتر بخواد از کلام به ما نشون بده که ما در کجا هستیم، کجا قرار گرفتیم و چقدر نزدیک شدیم به زمان بازگشت مسیح. من در یکی از موعظه‌ام در این اواخر گفتم که خداوند با این وضعیت کرونا ما رو داری بیشتر هدایت میکنه در جهت ظهور مسیح و نزدیکتر میشیم به ظهور مسیح و دنیا داره نزدیکتر میشه به ظهور ضد مسیح. همزمان موازی هم داریم میریم جلو، کلیسا به ظهور مسیح، دنیا به ظهور ضد مسیح یا دجال. پس ساعتها و زمانها رو دریابیم. پولس میگه که زمانها رو دریابیم و صحبت من امروز، اتفاقا وقتی برادر من از من دعوت کرد که در این جلسه صحبت بکنم، واقعا هیچ چیزی در فکر نداشتم که چی باید صحبت بکنم. این تقریبا روز چهارشنبه بود اگه اشتباه نکنم، برادر من یا سه‌شنبه تماس گرفتن و دعوت کردن. خب من با کمال میل پذیرفتم، ولی واقعا موضوعی نداشتم که صحبت بکنم. و حالا بر حسب تصادف یا هدایت روح القدس، روز جمعه پدر من در جلسه دعا آیاتی رو از کتاب اعمال رسولان برای کلیسایی که ما در اینجا عضویت داریم صحبت می‌کردم و ناگهان روح القدس این حس رو به من داد که من باید این آیات رو به شما انتقال بدم، چون شما نیاز دارید که اینها رو بشنوید. ولی قبل از اینکه این مبحث رو با هم یه نگاهی بکنیم به این بخش از کتاب اعمال رسولان، میخوام که خود من هم با دعا به حضور خداوند تسلیم بشیم، برای گوشهای باز، برای روحهای مستعد برای شنیدن و فهمیدن پیامی که خداوند امروز برای نه فقط شما داره. و خواهش میکنم اینو ببینید، پیامی رو که من به شما میدم امروز پیامی نیست فقط برای کلیسای شما. این پیامی است که من الان نزدیک به 8 ماه به انواع گوناگون دارم به خودمون در اینجا، به کلیسای ما، به ایمانداران در سراسر دنیا، با اونایی که با من در تماسن، این پیام رو انتقال میدم و امروز هم این فرصت شده که به شما همین پیام رو انتقال بدم. مطمئنم این پیامی است که خداوند برای کلیسای خودش در این روزهای آخر در دل داره که شما بشنوید و نسبت به اون پیام پاسخ بدید. پس بریم و از خداوند بخوایم که این صحبت رو تایید بکنه و برکت بده. پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم برای امروز، برای فیض تو، برای حضور تو، برای محبت تو، برای رحمانیت تو و برای تمام اون کاری که در زندگی تک تک ما انجام دادی و انجام میدی. تو رو شکر میکنیم برای عیسی مسیح، کاهن اعظم ما، پادشاه ما، رهبر ما، و تو رو شکر میکنیم برای روح القدس که هدایت کننده ما، معلم ما و مکاشفه دهنده شناخت توست. تو رو شکر میکنم برای کلام زنده تو که همیشه در دسترس ماست و آماده برای تعلیم و تربیت و آموزش ماست. تو رو شکر میکنم برای خانواده الهی، کلیسای تو، خواهران و برادران ما در هر جایی که نام تو رو به زبان میارم و در دل در ایمان با هم ایستادیم. تو رو شکر میکنم برای تک تک این عزیزان و همینطور که امروز دعا شد، در دعای من هم این تکرار رو من پدر به حضور تخت فیض تو که عزیزان ما در هر شرایطی که هستن تفقد بکن،
به دیدن این عزیزان در شرایطشون برو و در اونجا مطابق نیازی که هست، به خصوص برای بیماران، به خصوص برای ضعیفان، به خصوص برای نیازمندان، به خصوص برای آنهایی که درد میکشن و در مشکلات و مضیقه هستن، پدر تو اونها رو عیادت بکن، تسلی بده، تشویق بکن و اونها رو دستهای افتاده رو بلند بکن و زانوهای خم شده رو راست بکن. ممنونیم امروز برای این فرصت. کلام خودت رو برکت بده. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. خب عزیزان، میخواستم امروز در مورد این مطلبی که گفتم از کتاب اعمال رسولان صحبت بکنم، ولی من اونایی که منو میشناسن میدونن من صحبتام 80% مقدمه است، 20% اصل مطلبه. برای همینه که مقدمه ها رو خوب گوش بدید، چون از در اصل کلیدا تو مقدمه است. ماوریش دیگه دنده خلاص واسه خودش میره دیگه جلو. و اینه که امروز یه فرصت جالبیه. من اولین کلیسایی که فکر میکنم بعد از یه مدتی من رو دعوت کردن از راه زوم باشون صحبت بکنم در اروپا، فکر میکنم کلیسای آلفا اومگا باشه. و به یاد دارم اولین کلیساییم که بعد از تاسیس شبکه تلویزیونی آیسینت فرصت اینو داشتم در اروپا باشم، بازم کلیسای آلفا اومگا بود در 2015. الان 5 سال میشه که من برای اولین بار اومدم اروپا بعد از سالها و مهمان کلیسای شما بودم. و حالا یادم نیست چی صحبت کردم، ولی شما مطمئنا خودتون بهتر یادتونه و هرچی بود امیدوارم باعث برکتتون بوده. امروز فکر میکردم در مورد آلفا و اومگا. این اول مقدمه است، این اصل مطلب نیست. آلفا و اومگا، گفتم خب این کلیسا چرا اسمشو گذاشته آلفا و اومگا؟ هر کلیسا برای خودش اسمی انتخاب میکنه و خدا رو شکر اسامی همه زیبا، همه گویای حقایقی هستن. و یاد آمد در کتاب مکاشفه در فصل اول به زبان یونانی وقتی که خداوند خودش رو معرفی میکنه، میگه من الف و یا هستم، یا آلفا و اومگا هستم به یونانی. و گفتم خب چرا این کلیسا به این اسم نامیده شده، آلفا و اومگا؟ بعد رفتم به کتاب مکاشفه، دیدم که در اینجا در فصل 1:8 میگوید، آیه 7 رو میخونم، اینک با ابرها میآید و هر چشمی او را خواهد دید و آنانی که او را نیزه زدند و تمامی امتهای جهان برای وی خواهند نالید. بلی آمین، من هستم الف و یا، یا آلفا و اومگا، اول و آخر، میگوید آن خداوند خدا که هست و بود و میآید، قادر اعلی اطلاع. یعنی تمام این خلاصه رو در این عبارت آلفا، قادر اعلی اطلاع، آلفا و اومگا. آلفا و اومگا اینجا میبینیم مربوط میشه به یک اصلی در مورد شخص عیسی مسیح. وقتی عیسی مسیح میگه من آلفا و اومگا هستم، بعد باید توضیح بده که منظورش چیه، چون مسلماً مخاطبین اون زمان یونانی زبان بودن و میفهمیدن وقتی یوحنا نوشت آلفا و اومگا، الفبای یونانی با آلفا شروع میشه با اومگا تموم میشه. ولی عیسی مسیح اینجا به خودش میگه من آلفا و اومگا هستم و اینو ارتباط میده به مابقی شخصیت خودش. بله، خداوند ابتدا و انتها، شروع کار، نتیجه کار، کشت بذر یا کاشتن بذر و ثمره هستش و همه چیز مابین خودش هست، ولی ارتباط میده به قادر مطلق و ارتباط میده به خداوندی خودش و در نتیجه
خودش رو معرفی میکنه به عنوان قادر مطلق، خودش رو معرفی میکنه به عنوان خداوند خدا، یعنی تمامی قدرت ها، اختیارات و تمامی نیروها در دست اوست. پس اگر کلیسا باید آلفا و اومگا باشه، نه فقط از لحاظ اسم تجاری بلکه حقیقت روحانی، میباید که این تجربه در این کلیسا به نمایش گذاشته بشه، یعنی تجربه خداوندی خداوند عیسی مسیح، و نه فقط از لحاظ الهیاتی بلکه واقعیتی است که در زندگی ایمانداران دیده بشه. خب ما وقتی به عیسی مسیح ما میاریم، هویت آسمانی رو دریافت میکنیم با تولد تازه، با دریافت روح خدا و با پذیرفته شدن به عنوان فرزند خدا، ما هویت آسمانی رو به دست میاریم، میشیم فرزندان خدا و هم ارث با عیسی مسیح. اما من همیشه در این چند سال گذشته گفتم یکی از مشکلاتی که کلیسا امروز داره، و خطاب به شما فقط نیست، به کل کلیسا میگم، اینه که ما روی هویت به اندازه کافی صحبت کردیم، درس دادیم و امروز هم هنوز آموزش میدیم، اما در مورد شخصیت زیاد صحبت نمی کنیم، چون مسیحیت در زندگی ایماندار باید سه مرحله داشته باشه: مرحله دریافت هویت، مرحله رشد شخصیت و مرحله نمایش ثمر شخصیت. چون امروز وقتی یک درختی رو بذرش رو میکارید، اون درخت در اون بذر هویت اون درخت در اونجاست، در همون بذر کوچیکی که ممکنه به چشم هم دیده نشه، تمام خصوصیات این درخت در اونجا قرار گرفته و اون هویت رو از بذر میشه شناخت. شما بذر یک درخت کاج رو ببینید، میگید این درخت کاج باید بشه. چرا؟ چون در اون اندوخته بذر درخت کاج تمام خصوصیات لازم برای اون درخت کاج وجود داره. پس اون درخت در جنس کاج هستش، در هویت. وقتی ما حیات مسیح رو دریافت میکنیم، تمام خصوصیات مسیح، شخصیت مسیح و اون مسائلی که مربوط به شخص عیسی مسیح در ما با روح خدا قرار داده میشه و جنس ما از جنس انسان مردود و محکوم عوض میشه به انسان پذیرفته شده، انسان بخشیده شده، انسانی که خداوند حالا این انسان رو دوست داره و این انسان رو میخواد در زندگیش کاری انجام بده. بعد از این مرحله آنی و لحظه‌ای که ما هویت رو به دست میاریم، حالا نیاز به شخصیت سازی است، یعنی رشد متناسب با اون هویت. و امروز یکی از مشکلات کلیسا اینه که شخصیت ما متناسب با هویت ما نیست. شخصیت ما بسیار هنوز ضعیف و شخصیت ما هیچ اشاره‌ای به اون هویت نمی‌کنه. مردم دنیا کلیسا رو و ایمانداران رو نمی‌بینن اون چیزی که می‌باید باشن، و امروز کلیسا مشکل داره با این مسئله. و نتیجتاً چون شخصیت رشد بکنه، ثمر اون شخصیت در اعمال ما، در گفتار ما، در برخورد ما با دنیا دیده خواهد شد. دنیا از کجا باید بفهمه که ما شاگردان مسیح هستیم؟ صرفا که توی ساختمون بریم اونجا فقط موعظه بکنیم میگن اینا مسیحی هن؟ خیر، اونجا نیست که مردم، دنیا مسیح رو در کلیسا نمیبینه، دنیا مسیح رو در سر کار، در مدرسه، در خانواده، در برخوردها، در رفت و آمدهاست که میبینه. پس برای همینه که ما باید رساله‌ای باشیم. در دوم قرنتیان پولس میگه شما رساله هستید که روح القدس بر دلهای شما شخصیت مسیح رو حکاکی کرده، اون شخصیت رو خود رو نشون بده. پس آلفا و اومگا یک
عبارت بسیار مهمیه در زندگی یک ایماندار در شناخت خداوند عیسی مسیح. من یادمه وقتی تازه اومده بودم به کانادا، این برمیگرده به تقریبا 40 سال پیش، وقتی تازه اومده بودم کانادا دعوت شده بودیم به یک کلیسایی که اسمش بود کلیسای انجیلی ارامنه. مهمان بودیم اونجا، برای شام یه شام کلیسایی داشتن، ما رو دعوت کرده بودن به اون کلیسا و اسم این کلیسا بود کلیسای انجیلی ارامنه. یه واعظی دعوت کرده بودن از آمریکا، برادر بسیار عزیزی بود، مسن با تجربه، و این برادر اومد اونجا و یه سخنرانی خیلی کوتاهی کرد و این برادر یه جمله گفت که بعد از 40 سال در فکر من هنوز این جمله جا داره و امروز میخوام اینو به عنوان یه نصیحت به شما بگم. هم مضحک بود و هم جدی. برگشت به اینا گفت اسم کلیسای شما کلیسای انجیلی ارامنه هستش، ولی من خبر بدی برای شما دارم. شما نه ارامنه درست حسابی هستید، نه انجیلی درست حسابی هستید، نه کلیسای درست حسابی هستید. هر سه واژه به خودتون چسبوندین، اما هیچ کدومش هم در اصل مطابق اون واژه زندگی نمی کنید. نه ارامنه درست حسابی هستید، نه انجیلی های درست حسابی هستید، نه کلیسای درست حسابی هستید. و یه جمعیت 300-400 نفر اونجا مات و مبهوت که این برادر ارشد چجوری برداشت تیشه رو زد به ریشه این کلیسا. و البته خب به از روی احترام چیزی هم نگفتم، ولی من اون لحظه این رو گرفتم. و بعضی موقع ها به کلیسای خودمون یا به دیگر کلیسا نگاه میکنم، نه با نظر انتقاد و داوری، ولی میگم آیا خداوند در مورد ما هم اینطوری فکر میکنه که اسم کلیسای ما در تورنتو از کلیسای برصخره؟ آیا واقعا برصخره هستیم یا روی شنزار؟ آیا واقعا کلیسا هستیم یا یه مؤسسه؟ و این رو شما برای خودتونم فکر بکنید. میگید کلیسای آلفا و اومگا، آیا واقعا اون آلفا و اون اومگا در عمل، در تجربه، در نمایش، در فکر، در وجود دیده میشه، یا فقط کارت عضویت یک سازمان رو به عهده گرفتیم؟ و آیا واقعا کلیسا هستیم طبق اون تعریفی که خداوند از کلیسا داره، یا کلیسا بر طبق تعریف انسان؟ گفتم من نمیتونم شما رو داوری بکنم، حق داوری ندارم چون اونجا نیستم. اگرم بودم این اجازه رو نمیدادم به خودم که بخوام بی دلیل، اونم فقط به خاطر حالا دلایل خاص شخصی خودم، بخوام داوری بکنم. ولی حقایقی هست که این حقایق رو باید گهگاهی از خودمون بپرسیم، خونه تکونی بکنیم. امروز با اومدن کرونا بی دلیل نیست خداوند به من گفت کتاب حزقیال رو درس بده، چرا که در کتاب حزقیال وضعیت قوم خدا رو در زمانهای قبل از اسارت و در زمان اسارت رو نشون میده که این قوم در چه شرایطی بودن که خداوند مجبور شد قوم خودش رو تعذیب بکنه، و اون هم با اسارت 70 ساله. ولی چیزی که مهمه در کتاب حزقیال، یکی از مسائل مهم کتاب حزقیال، یک مطلب خیلی کوچیکی است ولی به نظر من مهمترین مطلب در کتاب حزقیال که برای ما صدق میکنه، واژه شاغول هستش. شاغول، میدونید شاغول رو، یه نخی بود که زیرش یک وزنه بود و این نخ با وزنه رو معمار میومد و میذاشت در مقابل اون عمارتی که باید ساخته میشد و این رو میسنجید. امروز شاغول خدا مجدد در دست خداوند، در دست روح القدس بر روی کلیساها گذاشته شده. خوب گوش بدید. من امروز نیومدم شما رو تشویق بکنم با تشویق‌های انسانی، بخوام به قول ما ایرانی‌ها در ضرب المثل هندونه زیر بغلتون بذارم و حال بدم بهتون. اومدم اتفاقا حالتون رو بگیرم. خداوند به من
خدمتی داده که من امروز باید در یک سال گذشته دارم کلیسا رو، نه اینکه من خیلی آدم مقدس و آسمانی هستم، نه، خداوند از ظرفای ضعیف و ناقص خودش استفاده میکنه برای کلامی که کلیسا باید بشنوه. امروز روح به کلیسا داره یک حرفی رو میزنه که شما اگه نشنوید میتونید آلفا اومگا بمونید، اما اون آلفا اومگایی که عیسی مسیح از شما میخواد باشید شاید دیگه نتونید باشید. برای همینی که دارم به شما یک هشدار و نصیحت برادرانه از روی عشقی که به شما دارم میدم، از شبانان شما تا کوچکترین عضو عزیزید برای من، اما حقیقت رو باید بگم، من شرایط شما رو نمیدونم، بنابراین چشمان بسته دارم صحبت میکنم. دیدید در دادگاه دادگستری عالی آمریکا این مجسمه زنیست که ترازو به دست داره اما چشاش بسته است، یعنی بی‌غرض قضاوت میکنه، نه با غرض. پس قضاوت من برای شما فقط نیست، یک حرف کلی رو دارم میزنم که شما هم بشنوید. امروز خداوند شاغول خودش رو آویزون کرده و داره کلیسای خودش رو نگاه میکنه. اگر در گذشته فرصت داده بود که کلیسا بسازه در این 50 سال گذشته، در این 100 سال گذشته، همینطور که میدونیم گهگاهی معمار اعظم، معمار ارشد، روح القدس میاد و میگه زمان شاغول رسیده. شاغول رو آویزون میکنه و نگاه میکنه، به کمیت نگاه نمیکنه. شما چند تا عضو دارید؟ شما چقدر بودجه دارید؟ شما چقدر کارهای رو انجام دادید؟ خیر، چند نفر ثبت نام کردن در درس ها؟ اینا کمیته. کمیت برای خداوند در جایگاه دوم یا سوم هستش، کیفیت هم حتی نیستش، چون کیفیت رو مسلماً خداوند اون ابزاری که به ما داده از همونجا ما داریم میسازیم. اما شاغولی که آویزون شده، شاغول راست بودن یا ناراست بودن هستش. آیا این عمارتی که داره ساخته میشه راست اومده بالا یا در جاهای کجی وجود داره؟ اینها رو دارم میگم چون میخوام برم به اعمال رسولان، ولی موقع گفتم مقدمه ما طولانیه. امروز زمان شاغوله. اگه منو دعوت نکرده بودید شاید این بهانه رو داشتید که بر خداوند ما نشنیدید، ولی چون دعوت کردید من هم تعارفی ندارم، خیلی روک حرفام رو میزنم. امروز خداوند در کلیسای شما، در کلیسای من، در کلیساهایی که از شما عزیزان بعضیاتون عضویت دارید، زمان آویزون کردن شاغول فرا رسیده. فکر میکنید خداوند چرا اجازه داد کرونا در دنیا بیاد؟ فکر میکنید کار شیطان بود؟ مگه شیطان میتونه بدون اجازه خدا کاری انجام بده؟ تمام امور این دنیا نهایتاً باید در زیر یک اراده کلی باشه که خدا در اون آگاهی داره، پیشدانی داره و اجازه میده که شرایط طوری حرکت بکنن در تاریخ که همطور که گفتم کلیسا به سوی ظهور مسیح و دنیا به سوی ظهور ضد مسیح حرکت بکنن. و ما امروز از هر زمانی بیشتر نزدیک شدیم به زمانهایی که ظهور دجال نزدیک شده. عزیزان، ما در نظام دجالی، من اینو شاید 1 سال پیش موعظه کردم، اگه بعضیا برن به موعظه انگلیسی من گوش بدن، 1 سال پیش گفتم که اون دامی که در لوقا فصل 21 عیسی مسیح به شاگردانش گفت مواظب باشید، بیدار باشید و دعا کنید تا در دام نیفتید، امروز اون دام داره آماده میشه برای دنیا که تمام دنیا رو در دام خودش بکشه. من یه گریز بزنم به کرونا. کرونا هر کی درستش کرد یا نکرد برای من اصلا اهمیت نداره. بعضیا میگن یه کشوری درست کرد، بعضیا میگن نمیدونم خودش از یه جایی جهش زد به یه جایی، کار ندارم، اصلا برای من مهم نیست. ولی کرونا یه چیزی رو داره به ما نشون میده و اینو خوب از من گوش بده. کاری که کرونا کرد اینه که همونطور که در سال 2000 تمام دولت‌های دنیا اومدن و با هم توافق کردن که سیستم‌های کامپیوتری همدیگر رو بخونن، چون تا اون زمان هنوز کامپیوترها همدیگر رو نمی‌خوندن چون زبان‌ها گوناگون بود،
شما امروز یک کارت بانکی داشته باشید در هر گوشه دنیا برید، به خاطر این اتصال تمام سیستم های کامپیوتری میتونید در هر گوشه دنیا برید، از توی ماشین، از توی بانک های الکترونیکی یا سیار بتونید پول بکشید بیرون. خب این از کجا اینطور شد؟ به خاطر مسئله 2000 Y2K که معروف شده بود این اتفاق افتاد. بعد در سال 2001 با مسئله که در امریکا اتفاق افتاد، با اون حمله که به برج های نیویورک شد، دولت ها مجدد اومدن یک قرارداد جدید بستن، تمام اطلاعات امنیتی و اطلاعات شخصی از لحاظ امنیتی با همدیگه الان در شراکت قرار گرفته شده. شما هر گوشه دنیا که برید پاستون رو که نشون بدید، اونا میتونن از روی سیستم های کامپیوتری شما رو شناسایی بکنن که شما کی هستید و چه خطری برای اون کشور میتونید باشید. خب امروز رسیدیم به کرونا و با این سیستم کرونا دولت ها مجبورن به خاطر مرگ و میری که بیشتر از 1.5 میلیون نفر در دنیا مردن و روز به روز افزایش این ویروس در دنیا تمام مردم دنیا رو مبتلا کرده، اینجا دیگه مسئله یه واگیری موضعی یا منطقه‌ای نیست، اینجا تمام دنیا در اسارت این ویروسه. گفتم برای من مهم نیست این ویروس کی درست کرده یا چجوری به وجود اومده، ولی عکس العملی که دولت ها نشون دادن به این ویروس عکس العملی است که ما رو داره به ظهور دجال نزدیک میکنه. چرا که با اومدن واکسن کرونا، و بازم به شما میگم من اینجا نیومدم به شما میگم واکسن بزنید یا نزنید، مسلما واکسن وقتی آماده بشه که ظاهرا یک شرکت خیلی بزرگ آلمانی و آمریکایی با هم در همکاری این واکسن رو، یکی از واکسن ها کشف شده، درست شده و حدس میزنن در 3 تا 6 ماه آینده تمام مردم دنیا بتونن از این واکسن استفاده بکنن. خب اگر این واکسن رو شما نزنید، ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر این واکسن رو نزنید، تمام کشورهای دنیا با قرارداد و هماهنگی طوری قوانین رو تنظیم کردن که شما در آلمان فرض کنید دارید زندگی میکنید، شما اگه واکسن نزدید بچه های شما به مدرسه دیگه نمیتونن برن، شما اگه واکسن نزدید به سر کار نمیتونید برید، چون از شما میپرسن واکسن زدید یا نزدید، اگه واکسن نزدید اجازه ورود به شرکت کار نخواهید داشت، اگه واکسن نزدید اجازه رفتن به بعضی جاها رو نخواهید داشت، وزارت خونه ها، سازمان ها، شرکت ها، حتی مرکز خرید ها، اینها رو نمیتونید وارد بشید، مسافرت نمیتونید برید، سوار اتوبوس نمیتونید بشید، تمام اینها مشروط بر این میشه که شما ثابت بکنید که من واکسن زدم. و حالا چجوری میخوان اینو چک بکنن؟ آیا یه کارت خاصی به شما میدن یا تب شما رو میگیرن یا با دستگاهی شما رو چک میکنن؟ اینها ثانوی است، ولی کاری که خواهند کرد اینه که تمام حرکت و زندگی ما رو مشروط بر زدن واکسن یا نزدن واکسن خواهند کرد. به شما این اجازه رو میدم، میگه نمیخوای واکسن بزنی اشکال نداره، ولی شما دیگه اجازه ندارید در ملأ عام بیایید، اجازه ندارید وارد جاهایی بشید که مردم هستن، چون ممکنه از شما مجدد بعضی ها شروع کنن به گرفتن این بیماری. پس ببینید این دقیقا اون چیزیست که در کتاب مکاشفه فصل 13 به ما نشون میده که زمانی خواهد اومد که نظام دجالی در زمان ظهور دجال تمام دنیا رو میارن در زیر یک نظام مسلط بر تمام امور زندگی ما. در مکاشفه فصل 13 میگه که هیچ کس اجازه خرید و فروش نخواهد داشت، هیچ کس اجازه هیچ چیزی رو نخواهد داشت مگر اینکه عدد وحش رو و نام عدد وحش رو بر روی خودش بگیره. من نمیگم این واکسن عدد وحشه، نمیگم این واکسن 666ه، بعضی برداشتن اسم کرونا رو باش بازی کردن در آوردن 666، اونم نمیگم، اینا همش توهمات انسانیه، ولی دارم میگم دجال داره میاد، ظهور دجال بسیار نزدیکه. اول باید
دامش آماده بشه که خودش بیاد اون دام رو بکشه. پس دام داره آماده میشه. اون توری که در سال 2000 درست شد بعد بافته شد در 2001، حالا در 2020 هم داره بافته میشه، من فکر میکنم به اون گره های آخرش رسیده که این دام کاملا تمام مردم دنیا رو وادار به اطاعت از نظام های دولتی بکنه. حالا خدا رو شکر میکنیم که برای ما ایمانداران حقیقی زمانی که آقای دجال میخواد ظهور بکنه، اون ایماندارانی که پیروزمندان کلیسا هستن، اون بقیت پیروزمند هستن، اونها قبل از ظهور دجال برداشته میشن. ولی وای به حال ایماندارانی که در نفسانیت و جسمانیت خودشون هنوز رشد نمیکنن در شناخت خداوند و تبدیل شخصیت، نه جار زدن در مورد هویت، تبدیل شخصیت به اون جایگاه نرسیدن و اونها باید منتظر دیدن دجال باشن برای یک مدت زمانی تا تربیت و تهذیب خداوند اونها رو شایسته ربایش بکنه. بنابراین من به این معتقدم که ربایش کلیسا در مراحل انجام خواهد شد، نه یک بار. اول پیروزمندان و بقیت و نوبرهای کلیسا قبل از ظهور دجال و بعد یک مدتی در اون ابتدای 7 سال آخر کلیسای جسمانی و نفسانی باید درس ادب رو بگیره. خب با این مقدمه میرم به کتاب اعمال رسولان و به شما نشون میدم خداوند برای کلیسای خودش چه حرفی داره امروز. این حرف، حرف به کلیسای خداوند، من جمله کلیسای آلفا و اومگا. خوب گوش بدید چون خداوند میخواد اینجا صحبت بکنه و زمان ناز کردنها و قلقلکها، زمان قربونت برم، خدا تو رو دوست داره، عزیز خدایی، مردمک چشم خدایی، اون زمانها گذشت. الان زمان شاغوله. باور نمی کنی؟ دیگه منو دعوت نکنی. امروز حرفم با شما و حرف آخرم با شما. شاغول آویزون شده، یا جواب درست میدید به این شاغول، یا میگید بردربین یه سری چرندیات گفت و رفت. نتیجتا شما هستید که باید این تصمیم رو از شبان به پایین بگیرید که چکار میخواید بکنید با این کلام. در اعمال رسولان فصل 20 پولس رسول در خداحافظی با کلیسای افسوس در اون کنار اون بندر صحبت کرد با این کلیسا و این حرفی بود که روح القدس به من این حس رو داد که من باید این رو به شما انتقال بدم. در اعمال رسولان فصل 20 آیه 18 سخنان پولس رو بشنوید. در آیه 18 آیه 17 میگه که پس از ملیتوس به افسوس فرستاده کشیشان کلیسا را طلبید. امروز من به نیابت از طرف خداوند عیسی مسیح شما رو اینجا طلبیدم، نه اینکه من کسی باشم، بلکه روح القدس شما رو طلبیده که بشنوید. و چون نزدش حاضر شدن ایشان رو گفت: بر شما معلوم است که از روز اول که وارد آسیا شدم چطور هر وقت با شما به سر می بردم، که با کمال فروتنی و اشکای بسیار و امتحاناتی که از مکاید یهود بر من عارض می شد به خدمت خداوند مشغول می بودم. من جرأت ندارم بگم ناخون پای پولس هستم. پولس جاییست که هیچ فکر نمی کنم انسان و معلمی از میان انسان ها بتونه در اون جایگاه قرار بگیره، ولی از این تجربیات پولس می خوام نمونه بگیرم، بگم من از زمانی که وارد اروپا شدم با شما ها وقت گذاشتم و سعی کردم به فیض خداوند با فروتنی و اشکای درونی خدمت بکنم خداوند عیسی مسیح رو، چقدر حملات و چقدر مشکلات برای من پیش اومد. بگذاریم آیه 20: و چگونه چیزی رو که از آن چه برای شما مفید باشد دریغ نداشتم. باورتون بشه خواهران و برادران عزیزم، من هیچ چیزی رو از زندگی خودم، از خدمت خودم رو دریغ نداشتم برای قوم خدا، برای فارسی زبانان. تمام زندگی خودم رو در این سالها تا اونجایی که خداوند فیض داده روی مذبح گذاشتم و
برای منافع خداوند، برای پیشبرد منافع خداوند خدمت کردم. نه دنبال شهرت هستم، نه دنبال محبوبیت هستم، نه دنبال درآمد هستم، نه دنبال داشتن اعتبار خاصی هستم. هیچ کدوم از اینا برای من ارزش نداشته و نداره، چون میدونم که اعتبار من ثمره و خدمت من و شناخت خداوند هستش، اون چیزی که خداوند در من انجام میده و از من باید دیده بشه. و برای همینه که برای شما هر چیزی که مفید بوده، چه از راه دور چه از راه نزدیک، به شما من انتقال دادم، دریغ نداشتم. امروز اگه من در تلگرام کانال های تعلیمی دارم، امروز اگه در تلویزیون ماهواره‌ای برنامه های تلویزیونی دارم، امروز اگه دانشکده الهیات افتتاح کردم، هیچ کدوم اینا نه برای من منبع درآمد بوده، هیچ کدوم برای من نه منبع آرامش بوده، بلکه بیشتر دردسر، زحمت و هزینه. ولی همه اینها رو به جان و دل پذیرفتم، چون هدف من یک چیز بوده و اون همون چیزیست که پولس در اینجا با کلیسای افسوس صحبت میکنه. بلکه آشکارا و خانه به خانه شما را اخبار و تعلیم می‌نمودم. من آشکارا و از کلیسا به کلیسا، از مشارکت به مشارکت آمدم و اون چیزی رو که برادر من در دعاهاش صحبت کرد که اون مکاشفات و اون حقایقی که خداوند به بعضی از ظروفش میده. و شما لطفاً حسودی نکنید که چرا برادر ادوین این مکاشفه رو داره و من ندارم، یا برادر فرد یا دیگر برادران یا خواهران. خداوند ظروفی رو انتخاب میکنه، نه اینکه اون ظروف خیلی عالی و خوب باشن، بلکه ظروف بر حسب انتخاب فیضشه. ما انسان‌های نالایق رو انتخاب می‌کنیم، میگه به تو رسالت می‌خوام بدم، می‌خوام بری و به قوم من اینو بگی. من یکی از درسایی که الان شروع کردم که می‌خوام مجموعه درس‌های رو آماده بکنم، اسمش از خدمت نبوتی و خدمت انبیا. ببینید امروز ما این کلمه نبوت و انبیا رو متأسفانه عوض کردیم از اون چیزی که در کتاب مقدسه. در کتاب مقدس انبیا در زمانی صحبت میکردن که قوم در یک بحران بود، قوم در شرایط بد بود. تا زمانی که قوم مشکلی نداشت، در اراده خداوند زندگی میکردن، انبیا نبودن. وقتی قوم سرکشی میکردن، وقتی قوم بی اطاعتی میکردن، وقتی قوم بی ایمان میشدن، انبیا به پا میستادن. و کیا بودن انبیا؟ فکر میکنید انبیا تافته های جدا بافته بودن، مقدسین بودن؟ خیر. ارمیا گفت من هنوز بچه‌ام، هنوز جوونم، نمیدونم آموز کن، من شبانم، چوپانم. کدوم یکی از اینها انسانهای کاملی بودن؟ اما خداوند گفت کار نداشته باش، من تو رو انتخاب کردم حرفتو بزنی. و وقتی انبیا حرف میزدن، حرف انبیا همیشه نازنازی نبود. حرف انبیا اکثرا توبیخ، هشدار، البته وعده های پاداش، وعده های برکت هم در اونجا بود، اما همیشه خداوند بحث خودش رو به آشکارا اول بیان میکنه و بعد وعده های برکتش رو هم در کنار اطاعت کردن میده. خود عیسی مسیح با 7 کلیسا وقتی صحبت کرد، روح نبوتی در اونجا دیده میشه. و امروز ما این کلمه نبی در کلیسا به خصوص و متاسفانه در نهضت های پنتیکاستی افراطی این رو تبدیل کردیم به انبیایی که فقط میان از چیزهایی که ما دوست داریم برای خارش گوشهای ما نبوت میکنن، فالگیری میکنن. خداوند چنین میگوید که به تو میخوام عطیه بدم. کجای کلام خدا انبیا در دادن و توزیع عطایا باید نبوت میگردن؟ کجای کلام خدا انبیا باید میمادن برای مردم فالگیری میکردن که سال بعد تو شوهر میکنی، زن میکنی، نمیدونم خونه میخری، کار درست میکنی؟ کجای کلام خدا انبیا در امور شخصی مردم حرف میزدن؟ کجای کتاب مقدس عطیه نبوت این هستش؟ نبوت در کتاب مقدس در عهد عتیق صحبت خداست با قوم، هشدار خدا، توبیخ خدا، آگاه ساختن خدا، بیدار یا قوم خدا بیدار کردن بوده. امروز ما در کلیسا نیاز به انبیایی داریم که بیستن و حقیقت رو اونطوری که هست به کلیسا بگن، ماسمالیش نکنن و وارد این شاخ و برگای نشن که کلیسا رو به گمراهی و به تباهی کشیده. امروز ما نیاز داریم در عهد جدید
پولس میگوید در فصل 14 اول قرنتیان آیه 1 به دنبال محبت بکوشید و عطایا را با غیرت بطلبید، به خصوص آن که نبوت کنی، نه از نبوت از جنس پنتیکاستی که مردم صف بیستن و شما بگیر خداوند برای تو خواهرم میگه تو عطیه تعلیم داری، تو عطیه نما فلان داری. اینها نبوت نیستن، اینها فقط یه سری احساسات تحریک شده انسانی هستن که نهایتا بعد از سالها میبینیم چه خرابی بزرگی در کلیسا به وجود آوردن و هر کی برای خودش رسالت پیدا کرده، کانال خصوصی با آسمان پیدا کرده و فکر میکنه که حالا تنهایی مستقلا میتونه یه جزیره باشه در اقیانوس مسیحیت و هر کاری میخواد بکنه و هیچ کس هم هیچ کاری باش نداشته باشه. این نبوت نیست، اینا انبیا نیستن، اینها تظاهر به انبیا بودن میکنن. انبیا اونایی هستن که میستن و شلاق رو به دست میگیرن. شما اگه 15 فصل اول کتاب ارمیا رو بخونید بی خدا میشید، آتیست میشید. 15 فصل ارمیا رو اولش رو بخونید ببینید خدا چه حرفایی به این قوم میزنه. میگه پدرتون رو در میارم، تیک تیکتون میکنم، شقتون میکنم، میسوزونمتون، بچهاتون رو این کار میکنم، شما رو این کار. شما باید میخونید میگید اه، میگه این همون خدای محبتی نیست که ما اینقدر از محبت صحبت میکنه، پس چرا داره با این حرفا؟ چون خدا عاشق قومشه، خدا درد داره میکشه، خدا میبینه قوم در چه وضعیته. شما فکر میکنید مسیحیت قرن 21 مسیحیته؟ فکر میکنید این چیزی که اسمش رو گذاشتیم کلیسا کلیساست؟ و بعد خادمین عزیز ما فارسی زبانه ما همه منبرنشین موعظین آمریکایی شدن؟ کلیسای آمریکا که فاسدترین کلیساست در تمام دنیا از جهت اینکه کلیسایی که برای انتخاب ریاست جمهوری به هر دروغ و تزویری منبر خودش رو کرده، تبلیغات و ارگان پروپاگاندای یک حزب خاص و یک رئیس جمهوری که از فاسدترین انساناست در دنیا، حالا کردنش نبی و مسیح دوم. این کلیسای آمریکاست که شما واعظینشون رو دوست دارید، تک تکشون کتاباشون رو مثل نمیدونم کتاب مقدس روی سینه‌تون میذارید و پرستش میکنید اینها رو. این اون کلیساست که خادمین ما همه مرید واعظین آمریکایی و کلیسای آمریکایی و روش‌های آمریکایی شدن. امروز خداوند داره حرف میزنه با کلیساش، زمان فرا رسیده، شاغول آویزون شده. کجای لیزان؟ دارم به خودم میگم، ما به کلیسای تورنتو همین حرفا رو زدیم. فکر نکنید دارم انگشت قضاوت به شما دراز میکنم. زمان داوری فرا رسیده. پتروس در رساله دوم میگه که داوری از خانه خدا شروع میشه. در کتاب اعمال رسولان پولس این رو میخواد به ایمانداران افسوس بگه. ادامه میدم. و چگونه چیزی رو که از آن چه برای شما مفید باشد دریغ نداشتم، بلکه آشکارا و خانه به خانه شما رو اخبار و تعلیم نمودم و به یهودیان و یونانیان نیز از توبه به سوی خدا و ایمان به خداوند ما عیسی مسیح شهادت میدن. خدا رو شکر مسیحیت بر اساس دو چیز اینجا پولس باز میکنه. مسیحیت واقعی دو چیز رو در بر میگیره: توبه به سوی خدا، ایمان به خداوند ما عیسی مسیح. البته در فارسی ترجمهش قشنگ نیست، در یونانی و به انگلیسی، ممکنه در آلمانی هم ترجمه بهتر باشه. میگه توبه به سوی خدا و ایمان در خداوند ما عیسی مسیح. در خداوند، حالا به خداوند ترجمه شده، چون ما وقتی توبه میکنیم به سوی خدا، مسلماً ایمان به خداوند عیسی مسیح هم توام هست. اما اینجا دو چیز رو نشون میده: یک، توبه. توبه به معنی پشیمانی و اعتراف گناه نیست. امروز در ادیان دیگه هم توبه هست، میان آب توبه به سر میریزن، میگن من غلط کردم، من نباید این کارو میکردم، من پشیمان شدم. این توبه نیست، این فقط یک پشیمانی و اظهار ندامته. توبه یعنی یک بازگشت، تغییر جهت، تغییر مسیر، تغییر فکر، تغییر نگرش نسبت به یک چیزی و از یک چیزی دست کشیدن، نگاه نکردن، فکر نکردن و به سوی یک چیز جدیدی شما بخواید نگران باشید. به اون میگن توبه، متانویا، یعنی شما تغییر جهت میدید به سوی خدا. زمانی ما به سوی دنیا، به سوی مرگ، به سوی شیطان نگاه میکردیم، حالا
برگشتیم به در یک جهت 180 درجه متضاد داریم میریم جلو. و ایمان در خداوند یا به خداوند ما عیسی مسیح، این ایمان رو وقتی اینجا پولس صحبت میکنه، نه فقط ایمان منجر به نجاته، چون بعداً توضیح میده اینجا ایمان بعد از نجات باید حالا ایمان کارگر، ایمان فعال، ایمان سازنده، ایمان افزایش دهنده و ایمان رشد باشه. برای همین در رساله یعقوب میگه خب شیطان هم ایمان داره که خدا هست، اما حالا که شما با فیض نجات پیدا کردی، نیاز دارید که جهت عوض کردی، نیاز دارید که در اون ایمانتون شروع کنید به رشد کردن. و ایمان در عبرانیان فصل 11 آیه 1 میگه ایمان امید به چیزهای وعده داده شده و برهان چیزهای نادیده است، که با آن خداوند میگه خیلی ها رو در مورد اونها اخبار خوب داد، گزارش خوب داد، که کارنامه اینها رو در فصل 11 میبینید. پس ایمان ایجاد کارنامه میکنه. خوب گوش بدید، ایمان باید ایجاد کارنامه بکنه. یعنی اگر من ایمان دارم به خداوند عیسی مسیح، یعنی آلفا و اومگا رو پذیرفتم، یعنی ابتدای ایمان، انتهای ایمان و مابین رو پذیرفتم، یعنی اگه هویت رو پذیرفتم و میخوام ثمر داشته باشم که اومگا هست، مابینش میشه تمام حروف الفبا. تا حالا فکر کردید آلفا و اومگا یعنی چی؟ آلفا و اومگا یعنی حرف اول الفبا، حرف آخر الفبا و تمام حروفی که در مابینشه. با حروف شما چه کار میکنید؟ همینطوری فقط تماشا میکنید به الفبا؟ خیر، با حروف شروع میکنید جمله سازی، کلمه سازی، نوشتن و معانی به وجود آوردن، مفهوم به وجود آوردن و زبانی که انتقال میده پیام رو به دیگران. شما اگه میخواید به یه نفر زبان یاد بدید، الفبا رو بهش یاد میدید. عیسی مسیح میگه من الفبای آسمانم، حرف اول، حرف آخر و دیگه چیزی نه قبلش هست نه بعدش هست و مابین تمام حروف آسمان در من هستش. حالا بیایید روح القدس به شما زبان آسمان رو نشون بده. شما با ایمان، ایمان این چی؟ من باور بکنم که این الفبایی که اونجا گذاشته شده، خداوند از این الفبا به من یاد میده چجوری بتونم واژه سازی بکنم، جمله سازی بکنم و مفهوم افکار خدا رو بفهمم و انتقال بدم. این الفا و اومگاست. فقط همین نیست که من بگم خداوند الفا و اومگاست، پس حروف ما به این چی؟ پس جمله سازی چی؟ پس واژه سازی چی؟ پس شخصیت سازی چی؟ این اون چیزیست که پولس داره اینجا میگه که ایمان به خداوند ما عیسی مسیح، اگه خداوند ما عیسی مسیح آلفا و اومگاست، پس ایمانی لازمه که این خداوندی رو شروع بکنه در ساختن حروف و ساختن واژه ها و جمله ها در زندگی من مفهوم پیدا کنه. اگر مسیحیت فقط برای ما اطلاعات و الهیات مفهوم نداره، فقط یک برچسبه، مسیحیت برای من باید مفهوم داشته باشه و اون مفهوم در آلفا و اومگا خلاصه شده. و میگوید که اینک آیه 22، الان در روح بسته شده به اورشلیم میروم و آنچه در آنجا بر من واقع خواهد شد اطلاعی ندارم، جز اینکه روح القدس در هر شهر شهادت داده میگوید که بندها و زحمات برایم مهیا است. البته من اینجا نمیخوام این رو به خودم ربط بدم، چون افتخار هست یکی بخواد برای خداوند بهای بده، چنین بهایی بخواد بده. این افتخارم، این نصیب من نشده که بخوام چنین بهایی رو بدم. ای کاش یه روزی این افتخار نصیب من بشه که بتونم برای خداوند بهای بالاتر از این بدم، ولی فعلا خداوند میگه فیض من تو را کافیست، پس فعلا اون چیزی که بدادم با همون امین باش تا بهترها رو هم بهت بدم. بنابراین اینجا پولس میگه زحمات برای من خواهد بود، بندها برای من خواهد بود و هر جا روح القدس میگه اینها خواهند بود. امروز برای پیامی که من دارم میدم بها هستش.
پیام من بها داره برای من و برای اونهایی که این پیام رو گوش میدن و بر اساس این پیام میخوان زندگی بکنن. این پیام بها داره. شما اگه بیایید و در این موضعی که من ایستادم و خیلی ها ایستادن که موضع بقیت وفادار هستش، بقیتی از ما بین اکثریت، یک عده بیدار از بین خابیدگان، یک عده‌ای که دیدن مشکل خودشون رو، ضعف خودشون رو و متمسک شدن به فیض خدا که رحم بکنه بهشون و اونها رو بیدار نگه داره، اگه بیاید اونجا بیستید بها خواهید داد، چون مورد تمسخر، مورد قضاوت، مورد محکومیت نه از دنیا بلکه از درون و از کلیسا قرار خواهید گرفت. بزرگترین مخرب کلیسا خود کلیساست. بزرگترین کشنده مکاشفه خود کلیساست. بزرگترین قاتل انبیا خود کلیساست. چنانکه عیسی مسیح به یهود گفت شما خودتون قوم خدایید اما قاتل انبیا هستید، چون وقتی انبیا ایستادن و حرفی رو زدن که دوست نداشتن بشنون، انبیای خودشون رو نابود میکردن، میکشتن. ما داریم برای این پیام بها میدیم. من الان 7 ماهه با برادر فرد، پدر عزیز من، در تلویزیون روزهای چهارشنبه ساعت 8 شب به وقت تورنتو که الان شده 6 شب به وقت تورنتو، الان 7 ماه داریم کتاب شکست سکوت رو بررسی میکنیم فصل به فصل، آیه به آیه، و شما دعوت میکنم بازپخشاش رو یا آرشیواش رو برید و گوش بدید. این مرد این کتاب رو نوشت، نه که کتاب مقدس نوشت، ولی مکاشفه‌ای رو به کلیسا هدیه داده که اگر شما این رو ندونید در اون اکثریت غرق میشید، در اون مسیر اکثریت و سازش غرق میشید و آمادگی نخواهید داشت برای ظهور مسیح و پیروزمند بودن و ایستادن در مقابل پسر انسان. من گفتم، شما شاید اینو نشنیدید از من، بزرگترین ترس زندگی من میدونید چیه؟ از هیچی نمیترسم. یک ترس در زندگی من هست. اون ترس رو به شما میگم الان. ترس در اینه که من در حضور خداوند بیستم و همونطور در کتاب مکاشفه عیسی مسیح به 5 از 7 کلیسا اینجوری شروع کرد. گفت به فرشته کلیسا بگو که من این هستم، این هستم. خودش رو معرفی میکنه و بعد میگه میدونم که تو امین بودی، تعالیم خوب دادی، این کار کردی، اون کار کردی، متحمل این نبودی. اما عزیزان، من وحشت دارم از این کلمه اما، چون وقتی در حضور خداوند بیستم خداوند به من میگه ادوین باریکلا، خیلی خوش آمد، تو رفتی شبکه تلویزیونی زدی، موعظه کردی، درس دادی، نمیدونم این کار کردی، اون کار کردی، اما اون لحظه که من صدای خداوند رو بشنوم به من بگه ادوین اما، باور کنید اون لحظه برای من جهنم میشه. من نمیخوام اون واژه رو بشنوم، اون کلمه رو که خداوند به من بگه اما. حالا ما همینطوری سرسری گرفتیم داریم حرف میزنیم، میرم به آسمان با فرشتگان میخونم اون اما رو چکارش بکنم، اون اما رو کجا قورت بدم. وقتی خداوند به من نگاه بکنه بگه ادوین باریکلا، خداوند بی‌رحم نیست، خداوند انصاف داره، به من همه خوبیا به من میگه، میگه اینو کردی، اونو کردی، باریکلا، آفرین. اما اونو که گفتی که تمومه دیگه، من شرمندم دیگه، من خجل شدم، چی بگم به خداوند؟ از اون شوخی نیست، زمان اون حرفای زیبا و خوش داره میگذره. الان فصل پاییز، فصل این که ما باید برگهای اضافه‌مون، اون برگهایی که پوسیدن دارن میمیرن بریزه. شاید خداوند میخواد برای مدتی ما رو لخت بکنه مثل یک درخت که بهار اون نشاط و طراوت رو در زندگی ما ایجاد بکنه. من هفته پیش در درسی که میدادم گفتم یکی از واژه‌هایی که برید اینو در کتاب مقدس بخونید واژه نو، تازه، تازگی. دعاهای ما باید عوض بشه.
ما باید دعا بکنیم هر روز صبح که بیدار میشیم، خداوندا میخوام امروز در زندگی من یک تازگی باشه در شناخت تو. خدای دیشب، خدای دیروز برای من ارزش نداره. من خدای تازگی، امروز تازگی داشته باشم. اگه خدا برای ما تازگی نداشته باشه، میشه مذهب، میشه شریعت، میشه عادت، میشه یه چیز تکراری. ما باید دعاهامون عوض بکنیم. هر روز صبح بیدار میشیم میگه پدر من امروز تازگی میخوام. پدر کاری بکن که اون اما رو نشنوم، اما رو الان بشنوم، اون موقع نشنوم. روح القدس الان به من میگه ادوین اما، بگم چی میخوای بگی، چی کار باید بکنم، چه کاری باید در من انجام بدی. مبادا این اما رو موکول بکنیم به تخت داوری، اونجا باید خجل و شرمنده بشیم. الان من ترجیح میدم اما رو بشنوم و میخوام تازگی، امروز تازه باشه همه چیز. دیروز بایگانی شده، دیروز فقط یادگاریه، دیروز فقط خاطراته. امروز چی هست؟ پولس ادامه میده، ببخشید طولانی صحبت میکنم ولی لازم این رو به امروز شما بگم. میگوید که لیکن این چیزها را به شما به هیچ میشمارم، بلکه جان خود را عزیز نمیدارم تا دور خود را به خوشی به انجام رسانم. آیا ما داریم اون دور رو که در دوم تیموتائوس فصل 3 پولس میگه که جنگ نیکوی ایمان را کردم و دوره خود را به اتمام رساندم، اینجا همین رو داره میگه. میگه من، برای من هیچ چیزی مهمتر نیست. نمیگه مهم نیست، مهمتر نیست. هیچ چیزی اولویت نداره جز یک چیز، خداوند از من خوشنود باشه و اون اما رو نشنوم. خداوند به من بگه این است پسر حبیب من که از او خوشنودم. میدونی در زمان تخت داوری مسیح وقتی ما ایمانداران باید بیستیم، این هم میتونه گفته بشه برای ما. یا خداوند به ما میگه اما، یا صدای پدر رو میشنویم میگه این است پسر حبیب من که از او خوشنودم. دور خود را به خوشی به انجام رسانم و آن خدمتی را که از خداوند عیسی مسیح یافتم که به بشارت فیض خدا شهادت دهم. حتی توبیخ و هشدار و تأدیب از فیض اوست. اگه فیضش نبود، خداوند ما رو رها میکرد به حال خودمون و ما میرفتیم به دنبال بیراهه های دنیای مسیح. اگه من دارم با شما صحبت میکنم امروز، فیض خداست. فیض خدا داره به شما میگه شما رو دوست دارم. آلفا و اومگای در هم بود. زمان شاغول من اومده که روی این کلیسا آویزون بکنم. راست میرید بالا یا دارید کج میشید. من نمیدونم کجایید، ولی بپرسید از روح القدس، بخواید از روح القدس. و ما بیشتر از هر موقعی در کلیسا نیاز به توبه داریم. کلیسا باید توبه بکنه از این جسمانیت و نفسانیت و سطحی بودنش به دنبال شاخ و برگا. کلیسا باید امروز بیداری بخواد، روی زانوهاش از خداوند بخواد خداوند نشون بده تو چی داری میگی، حرف تو چیه، برنامه تو چیه، نقشه تو چیه، حقایقی که باید بدونیم برای رشد ما و اون بقیت پیروزمند باشیم. ما میخوایم در اونجا باشیم. ما نمیخوایم از تو اما بشنویم، میخوایم بشنویم این است پسر حبیب من، این است دختر حبیب من که از او خوشنودم. امروز اگر صدای او رو میشنوید، دلهای خودتون رو سخت مکنید. در زمان جنبش میگه خداوند، میگه در زمان آخر یک بار دیگه همه چیز رو می جنبانم. امروز کلیسا مثل یک درخت پاییزی داره جنبانیده میشه. امروز کرونا داره کلیسا رو می جنبونه. یا کلیسا میره تظاهر و تقلید، یا کلیسا خالی میشه، لخت میشه و میگه خداوند از ریشه ما رو مجدد در تازگی بنا بکن. پولس ادامه میده آیه 25 و الحال این را میدانم که جمیع شما که در میان شما گشته و به ملکوت خدا موعظه کردم دیگر روی من را نخواهید دید. امیدوارم شما روی من را ببینید. پولس گفت روی من را نمیبینید، اما من امید به این دارم که در اولین فرصت در هامبورگ ظاهر بشم با برادران و خواهرانم به عنوان برادر کوچک شما، خادم شما که شما را شدیداً دوست داره، عزیز هستید
بیام اونجا همدیگر رو ببینیم، در آغوش بکشیم و ببینیم که خداوند یک کار تازه‌ای رو در زندگی همه ما شروع کرده، نه فقط در هامبورگ بلکه همه جایی که صدای خداوند شنیده میشه، انبیای او دارن صحبت میکنن به کلیسای او و بقیت او دارن میایستن. پس امروز از شما گواهی میطلبم که من از خون شما بری هستم، کلیسای آلفا و اومگا، من از خون شما بری هستم امروز، زیرا که از اعلان نمودن شما به تمامی اراده خدا کوتاهی نکردم. باورتون بشه، تا اونجایی که انرژی داشتم، تا اونجایی که تونستم، زبان من قادر بوده، 5 سال هر موقعی که تونستم اومدم با کمال میل، با دست ها و آغوش باز تک تک شما رو در آغوش گرفتم، بوسیدم، دوستتون دارم و دارم میگم من اون چیزی که خداوند به من سپرد به شما دادم. اگر برادر من منو دعوت نکرده بود، بس خودتون بپرسید چرا ایشون از من دعوت کرد. نمیدونم آیا خداوند در دلش گذاشت، به احتمال زیاد. آیا این تصادفی است؟ فکر نمی کنم. من از خون شما بری هستم، زیرا از اعلان نمودن به شما تمامی اراده خدا کوتاهی نکردم. الانم میگم فرصت هست، شاغول داره آویزون میشه، بهتره سری بیایم به حضور خداوند بگیم شاغول تو وقتی آویزون کردی، مبادا اما رو بشنویم، هر کاری باید بکنی بکن که ما آماده باشیم، چون عزیزان آمدن خداوند بسیار بسیار نزدیکه و کلیسایی که برداشته خواهد شد قبل از ظهور دجال کلیسایی است که شاغول بر اونها گذاشته شده و راست اومدن بالا، تمام کجیها، تمام اون برگها ریخته شدن و یک تراوت و یک تازگی در اون کلیسا هست. خداوند یک بار دیگه در زمانهای آخر کلیسا رو تازه خواهد کرد برای خودش، نه برای دیگر، برای خودش. رخت عروسی رو به تن کلیسا خواهد کرد. پس نگاه دارید خیشتن را و تمامی آن گله را که روح القدس شما رو بران اسقف مقرر فرمود، تا کلیسای خدا را رعایت کنید که به خون خود خریده. عزیزانی که در رهبری کلیسا هستن، خادمین کلیسا هستن، این گله به شما سپرده شده تا شما ناظر باشید. اسقف نه به معنی رئیس، اسقف نه به معنی این که من هر چی گفتم همونه، اسقف به این معنی نیست. اسقف یعنی دیدبان، اسقف یعنی ناظر، اسقف یعنی شخصی که نظارت میکنه، حواسش هست، نگاه میکنه و به نیابت از دیگر اعضا در کل جماعت خدا نظارت داره بر این که اون دیوارها درست راست برن بالا و میگه کلیسای خداوند رو رعایت کنید، امور اون کلیسا رو رعایت کنید، اما نه با تحمیل و نه با تهدید و نه با حرف من باشه، بلکه با صدای روح القدس، با کلام روح القدس، با فیض و محبتی که خداوند به رهبران میده. زیرا من میدانم که بعد از رحلت من گرگان درنده به میان شما در خواهند آمد که بر گله ترحم نخواهند نمود. ببخشید عزیزان، خیلی عذر میخوام، گرگان زیادی در کلیساها دارن میگردن و میچرخن، با حرفای بسیار فریب دهنده و زیبا میخوان شما رو تحریک بکنن به چیزهایی که مطابقت نداره با کلام خدا، اما ما اینها رو باور میکنیم چون گوینده کاریزمای بسیار قوی داره، خیلی قشنگ حرف میزنه، وقتی راه میره شما فکر میکنید الان فرشتگان به دورش دارن میچرخن و اینها تمام اون تصورات و توهمات انسانی که نسبت به انسانها ما برای خودمون در فکرمون درست میکنیم. هیچ انسانی چنین کاریزمایی نداره جز روح القدس. روح القدس کاریزما داره، نه انسان. اگه روح القدس در اون انسان عمل نکنه، اون انسان کاریزما نداره. در اول قرنتیان فصل 14 وقتی در مورد عطای روح القدس صحبت میکنه، کلمه یونانی در اونجا از کاریزما یا به یونانی خاریزما یعنی کشش، یعنی جذب، مجذوب شدن. امروز اجازه ندید گرگان فرقه های عجیب و غریبی که در اومدن و انواع و اقسام تعلیم های عجیب و غریب دارن میدن، شما رو فریب بدن با حرف های
جالبی که مخلوطی از روانشناسی و جامعه شناسی و سیاست بازی و یهودیگرایی و ملیت پرستی. این اون چیزی نیست که شما نیاز دارید بشنوید. شما امروز نیاز دارید بشنوید کلام ناب و پاک خدا رو که به شما میگه بیدار باشید، دعا بکنید، خودتون رو از تمام این شاخ و برگ‌های زائد آزاد بکنید، بذارید لخ بشید، برگ‌ها ریخته بشه و فصل پاییز شما برسه به اون بهاری که در اونجا خداوند منتظر ما هستش که در تازگی کلیسای خودش رو مجدد آماده بکنه برای بازگشتش. گرگان خواهند اومد و اومدن در کلیسای پاسیز، اما ما گرگانی دیدیم که اومدن و با تعالیمشون دارن گله خدا رو به بیراه ها میکشن. و از میان خود شما مردمانی خواهند برخواست که سخنان، گوش بدید، سخنان کج خواهند گفت. میگه نگفتم شاهود رو برای این میذارن که آیا دیوار کج رفته بالا یا راست رفته بالا، قائمه رفته بالا. معلمینی که سخنان کج خواهند گفت تا شاگردان را در عقب خود بکشند. از آن منبر به هر کسی ندید. سخنان کج خیلی زیبا در قالب شیرین زبانی ها ممکنه به شما داده بشه و بعد نگاه میکنید یک سال، دو سال، سه سال بعد کج رفتید بالا. دیدم به چشم خودم کلیساها رو، دیدم که کج شدن. کلیسایی که مؤسسین و بنیانگذارانشون برادران و خواهران مبارکی بودن، اسم نمیخوام بیارم، بعضی از کلیسایی که شما عضویت داشتید در اون کلیساها که از کجا شروع شدن به کجا الان رسیدن امروز. خود من عضویت داشتم اون کلیساها، کجان الان؟ شما خبر دارید در ایران کلیسای فارسی زبان چقدر کجه؟ فقط خوشحال نشید که صدها و هزاران دارن ایمان میارن، بعد اونا رو چجوری باید بزرگشون کرد، اونا رو چجوری باید آموزششون داد و از تو اینترنت چقدر آشغال دارن میخورن و چقدر کج شدن. وقتی خادمین برنامه هفتگی دارن برای تعبیر خواب و رویا که مردم بشینن اونجا خواباشون رو تعریف بکنن که این خادمی خواب بخوان تفسیر و تعبیر بکنن، این دیوار کجه، این دیوار راست نیست. حالا اون خادم از من ناراحت بشه، برای من اهمیت نداره، من باید حرفمو بزنم. کلیسا که افتاد در توهمات و تفسیر خواب و تعبیر خواب و رویا، هر کی برای خودش شبی سه بار خواب میبینه، مسیح اومد تو اتاق، اومد از اتاقم، یهو از پنجره پرید بیرون. حالا برادر تعبیر بکن معنی پریدن بیرون، پریدن مسیح از پنجره چی بود؟ مسیح روی دوش یه نفر ایستاده بود، داشت میومد، بعد از اون دوشش پرید پایین، مثل یه میمون بوده بیچاره. مسیح رو تبدیل کرده به میمون سیرک. بعد اون خادم باید تفسیر و تعبیر بکنه که این خواب چی بوده، طرف شب چی خورده بوده و چی دیده و میخواد که خادم براش تعبیر بکنه. میگه در کتاب حزقیال اینو نمیگه که کاهنای شما برید در حجرا ببینید کاهنا دارن چه کار میکنن. منبر ندید به سخنانی که کجه. لحاظا بیدار باشید و به یاد آورید که مدت 3 سال شبانه روز از تنبیه نمودن هر یکی از شما با اشکها باز نایستادم. من البته پولس نیستم و این حق ندارم حتی بخوام چنین اجازه به خودم بدم، ولی اگه من حرف زدم در گذشته و امروز برای این بوده که خداوند میگه بیدار باشید و به یاد بیارید که خادمینی اومدن در کلیسای شما، برادرانی اومدن، خواهرانی اومدن که شما رو تنبیه کردن. زمان تنبیه کردن و تعدیب کردن کلیسا رسیده. شاغول سنجش آویزون داره میشه. با اشکا باز نایستادم. من نمیدم اینجا بخوام خودم رو از شما بهتر بدونم، بزرگتر بدونم، داناتر بدونم، حکیمتر بدونم. خیر، من خودم با شما در همین مشکلم. من با شما هم سو هستم. من الان به شما گفتم از اما وحشت دارم، از اما میترسم که خداوند بخواد اما بیاره در زندگی ما، بخواد اما بگه. ادامه میده پولس، و
در حال برادران شما رو به خدا و کلام فیض او میسپارم که قادر است شما رو بنا کند و در میان جمعی مقدسین شما را میراث بخشد. این آخرین آیه است که میخوام با این تموم بکنم. ای برادران من، خواهران من در کلیسای آلفا و اومگا و دیگر ایماندارانی که شما عضویت دارید، شما رو به فیض به خدا و کلام فیض رو میسپارم. برای چی؟ نتیجه گیری پولس چیست؟ این در اصل اون چیزیست که تمام کتاب مقدس در این آیه خلاصه شده. من آیه های کلیدی در کتاب مقدس میبینم که تمام کتاب مقدس در خودش خلاصه میکنه. مثلا تثنیه 6:23. حالا در اینجا پولس تمام صحبتهاشو و خدمت خودشو، رسالت خودشو، پیام خودشو، کتاب مقدس رو در این آیه خلاصه میکنه. خوب توجه بکنید به پولس چی میگه اینجا. پولس این رو میگه، میگوید و الحال این برادران شما رو به خدا و به کلام فیض او میسپارن. کلام فیض او، نه کلام شریعت او، نه کلام فرایض او. فیض خیلی زیباتر کار میکنه تا شریعت. فیض خیلی راحتتر ما رو آزاد میکنه تا شریعت. فیض بار رو بر میداره، شریعت بار رو اضافه میکنه. فیض ما رو آزاد میکنه، شریعت ما رو اسیر میکنه. فیض ما رو واقعی میکنه، شریعت ما رو ریاکار میکنه. کلام فیض وقتی در مورد خداوند صحبت بکنیم و این کاری که خداوند بر حسب فیض خودش داره انجام میده، یعنی ما که لیاقت هیچ چیزی رو هرگز نداشتیم و نخواهیم داشت و الا اینکه خداوند خودش به ما چنین هدیه هویت و چنین عملکرد ساخت شخصیت رو به ما داده، به این میگن کلام فیض که قادر است. کلام فیض قدرت داره، کلام فیض قدرت داره تا شما را بنا کند. و او داد به کلیسا، افسسیان 4:11، رسولان، انبیا، مبشرین، شبانان و معلمین برای کار خدمت، برای تکمیل مقدسین، برای بنای جسد مسیح. این کلام فیضه که به بعضی ها چنین فیضی داده که رسولان و انبیا و مبشرین و شبانان و معلمین باشن برای کار خدمت. خدمت یعنی ابراز تمامیت افکار خدا به یکدیگر و به بیرون، برای تکمیل یعنی شخصیت سازی، برای بنای جسد مسیح یعنی برای ایجاد یک شهادت همگانگی در مقابل نظام دنیا. قادر است شما را بنا کند. پس کار خدا امروز در زندگی من و شما، کلیسای آلفا اومگا، برادر ادوین، دیگر عزیزان چیه؟ کلام فیض قدرت داشته باشه در من، در شما بنا بکنه شخصیت مسیح رو، شناخت مسیح رو، و در میان جمعی مقدسین شما را میراث بخشد. هدف خدا به ما بخشیدن میراث هستش. وقتی یک پدر و مادر بچه دار میشن، هدفشون اینه که اون بچه رو به ثمر برسونن و بعد ارث خودشون رو به اون بچه انتقال بدن. امروز هدف خدا اینه که شما رو تولید بکنه در مسیح، شما رو پرورش بده در مسیح، بنا بکنه که در زمان آمدن مسیح به شما میراث شایستگی و لیاقت سلطنت با خداوند عیسی مسیح رو در سلطنت 1000 ساله بده. اگر شما بنا نشید، اگر کلام فیض خدا در شما قدرت اجرایی نداشته باشه، شما اون میراثی رو که باید حقتونه که دریافت بکنید
محروم میشید از اون میراث به خاطر اینکه شما به اون جایگاه پسرخواندگی نرسیدید. فرزندخوانده هستید اما پسرخوانده نیستید. تفاوت بین فرزندخوانده و پسرخوانده. پس شما رو میسپارم به این کلام فیض که قادر است شما رو بنا کند در میان جمیع مقدسین، شما را میراث بخشد. من سپاسگزارم از اینکه به من این وقت رو دادید. یک خدمت نبوتی برای شما انجام دادم و کلام خدا رو به شما انتقال دادم. کلام خدا میگه هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. شاید زمان شاغول کلیسای آلفا اومگا فرا رسیده. رهبران شما، شبانان شما هستن که باید صورت خدا رو بطلبن، روی خدا رو بطلبن و بگن پدر، چیزی که شنیدیم اگر باید کاری انجام بدی انجام بده. مبادا هیچ کدوم از ما اون اما رو بشنویم، بلکه همه بشنویم این از اینانن پسران و دختران حبیب من که از او خوشنودم، و اون بقیت بیدار و وفادار باشیم برای زمان ظهور عیسی مسیح. خداوند شما رو برکت بده.